و اما امشب برنامه خبری ویژه‌ای داریم در رابطه با اسناد منتشر شده ویکیلیکس. نخست توجه شما را به گزارشی در مورد این اسناد جلب می‌کنیم و سپس مصاحبه ویژه تلفنی داریم با دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه. توجه بفرمایید. پایگاه خبری افشاگر ویکیلیکس ده ها هزار نسخه دیگر از اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا را در سایت خود منتشر کرده است. در این اسناد پادشاه عربستان سعودی چند بار خواستار حمله آمریکا به مراکز هسته‌ای ایران شده است. به نوشته نیویورک تایمز، دیداری میان ژنرال دیوید پترس، فرمانده وقت نیروهای آمریکا در خاورمیانه، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، سفیر این کشور در واشنگتن، سفیر آمریکا در ریاض و تنی چند از نزدیکان ملک عبدالله بوده است. سفیر عربستان سعودی در واشنگتن خطاب به آمریکاییان حاضر در جلسه گفته است: پادشاه به شما گفته است که سر این مار را قطع کنید. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی چندین بار از آمریکا خواسته است تا تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار دهد. به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین، یکی دیگر از روزنامه‌های مهم جهان که به این اسناد پرداخته است، اسناد منتشر شده نشان می‌دهد که چند کشور عرب دیگر نیز خواستار حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران شده‌اند. اما در اسناد منتشر شده ویکیلیکس به انتخابات ایران هم اشاره شده. بر اساس این گزارشات حدود 26 میلیون به میرحسین موسوی از 42 میلیون کل رأی ها، 10 تا 12 میلیون به کروبی و احمدی نژاد در بیشترین حالت 4 تا 5 میلیون رأی آورده و بقیه آرا مربوط به محسن رضایی بوده. بر پایه اسناد منتشر شده توسط سایت ویکیلیکس، چند جا از هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان نقل شده است که رهبر جمهوری اسلامی به سرطان خون مبتلا است و زمان زیادی در اختیار ندارد. بر همین پایه هاشمی رفسنجانی میخواهد خود را برای جانشینی آماده کند و به همین سبب با آیت الله خامنه ای درگیر نمی شود. و اما دیگر مدارکی که توسط ویکیلیکس فاش شده است نشان می‌دهد که کره شمالی 19 موشک پیشرفته دوربرد با طراحی اولیه روسی و با قابلیت هدف قرار دادن غرب اروپا را به ایران داده است. برد موشک‌های مذکور 2400 کیلومتر می‌باشد، یعنی می‌تواند پایتخت کشورهای اروپای غربی و یا مسکو را هدف قرار دهد. حتی دستیابی ایران به موشک‌های BM-25 نیز بسیار حائز اهمیت است. اسناد جدید نشان می‌دهد که ابعاد همکاری موشکی ایران و کره شمالی بسیار وسیع‌تر از آن چیزی بوده است که قبلاً تصور می‌شده است. ما در اینجا مصاحبه ویژه‌ای که با دکتر علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه داشتیم را پخش می‌کنیم. توجه بفرمایید. آقای دکتر نوریزاده، من مستقیما میرم سراغ اولین پرسشم. نظرتون در مورد عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی که خواستار حمله به نیروگاه‌های اتمی ایران شدن چیه؟ ببینید، به نظر من فقط اونطور که فرنگی ها یا انگلیسی ها میگن out of context به قضیه نباید نگاه کرد، یعنی ماجرا رو نباید فقط به عنوان یه عبارت یا جمله که نقل شده روش ارزیابی کرد. چرا که اصولا سیاست کلی سعودی ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر این مبناست که طبیعتا در برابر جمهوری اسلامی که نگران برنامه هاش هستند، خیلی علاقه دارند که جمهوری اسلامی گوشش کشیده بشه و به نوعی جلوی این بلند پروازی هاش گرفته بشه. اما به چه قیمت؟ یعنی سعودی ها چندین نوبت وقتی تحت فشار هم قرار گرفتن، حتی در زمان دولت آقای جورج بوش، با این که پایگاه در اختیار آمریکا یا بگذارن یا اجازه بدن هواپیما ها از روی عربستان پرواز کنه برای زدن به ایران، خودداری کردن و به شدت مخالف بودن. و این به دلیل این که حتی در اون زمانی که پای جمهوری اسلامی در انفجارات خبر پیش اومد، سعودی ها از دادن اطلاعاتی که داشتن به آمریکایی خودداری کردن. آقای فیلی رئیس
FBI این زمان چندین نوبت به سعودی رفت و سعودی ها حاضر نشدن پرونده رو بهش بدن، برای اینکه نگرانیشون این بود که اگر عملیات نظامی علیه ایران انجام بگیره، همونطور که اونا به آمریکایی ها گفته بودن، شما ها میان رو میدین ولی ما با این در واقع دویل یا با این شیطان هم مرزیم، ما مشترکیم، در یه نقطه زندگی میکنیم و آسیبش به ما خواهد رسید. بنابراین من معتقدم این جمله، عباراتی رو که به نقل از پادشاه سعودی یا آقای جوبر سفیر شد در واشنگتن آمده، نباید فقط اینجوری کرد که بله اینا خواستار حمله به ایرانه. من توجیه نمیخوام بکنه در یک شرایط عصبانیت یا ناراحتی بسیار از اون وضعی که در لبنان بوده میتونه پادشاه سعودی حرف زده باشه بله ما را از شر این شیطان رها کنید، یا اینا دارن شیطنت میکنن یا دارن برنامه هایی رو دنبال میکنن که خطرناکه. و هم بحرین مثلا میتواند پادشاهش یا ولیعهد امارات یا وزیر دفاعش همچه حرفایی رو زده باشن، اما هیچ کدوم از اینا خواستار حمله آمریکا به ایران نیستن در شرایط فعلی، چون پاسخ ایران رو نمیدونن، یعنی در واقع نمیدونن که جمهوری اسلامی تا چه حد در برابر یک حمله احتمالی اسرائیل و آمریکا، چون دستش به آمریکا و اسرائیل به سراغ اونا خواهد اومد. حداقل این روشنه که آمریکایی‌ها در بحرین و در قطر پایگاه دارن، پایگاهشون در قطر بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه است، در کویت نیروهای آمریکایی هستن و ایستگاه لوجستیک دارن، در عراق هم حضور دارن. بنابراین همه اینها نشان دهنده این است که اگر واقعا اینا میدونستن که جمهوری اسلامی قادر نیست واکنش نشون بده، تحدیلشون همچین زیاد بعدشون هم نمی اومد که جمهوری اسلامی با اتحاده نظامی سرکوب بشه. وقتی کوریت میره مشکای پاسیوس میخره، این نشان دهنده این است که میدونن اگر اتفاقی بیفته اون مرحله معروف فارسی و دستت که نمیرسد به بی بی در یاب کنید و مطبخی به جمهوری اسلامی سراغ این را خواهد رفت. و من معتقدم که این اسناد که بیرون اومد، این بسیار به ضوابط آمریکا و این کشورها لطمه خواهد زد، یعنی این کشورها به بعد اعتمادی دیگه به امریکا نخواهند داشت و همینطور امریکا در یافتن دوست در منطقه دچار مشکل خواهد شد. کسانی که در گذشته به تیب خاطر مثلا ممکن بود با امریکا همکاری کنند، این کار دیگه نمی کنند، چون میدونند ممکنه یک سال دیگه، شش ماه دیگه، دو سال دیگه اسنادی بیرون بیاد و ارتباط اونا رو با امریکا فاش بکنه. به این ترتیب به نظر من بازنده اصلی امریکاست و همین حرفی که بلسکوری زده که این یک 9/11 دیگه هست، یک 11 سپتامبر دیگه هست، این حرف غلط نیست، واقعا زلزله ایست در منطقه ایجاد کرده و این دل مشغولی و نگرانی دولت مدار آمریکا خانم کلینتون آقای اوباما که پنتر واکنشش رو آشکار کرده، مسئولان CIA و دیگر دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، همه نشان دهنده این است که این بسیار ضربه سنگینی برای آمریکا به شمار می‌رفت. بله. پرسش دوم من آقای دکتر نوری‌زاده در رابطه با سوء قصدهایی که اتفاق افتاده در رابطه با جان این فیزیکدانه در ایران، چقدر امکان داره که پای اسرائیل یا غرب در این رابطه با این ترورها در ایران در میون باشه، از اونجایی که پیشتر هم در رابطه با عراق یا کشورهای دیگه مداخله غرب رو ما دیدیم؟ خیلی احتمال داره، یعنی مسئله این که اسرائیلی ها پشت این قضیه باشن امر مستقلی نیست، یعنی نمیتواند آدم ردش بکنه، برای که به هر حال اسرائیل خودش رو هدف برنامه اتمی ایران میدونه. به دفعات اسرائیلی ها گفتن اگر احساس بکنن که جمهوری اسلامی در آستانه ساختن سلاح هسته‌ای است، در حمله به مراکز اتمی ایران تردید نخواهند کرد. آمریکا نگران این مسئله است، نگران این که اسرائیل بدون هماهنگی با آمریکا وارد یه جنگ بشه، جمهوری اسلامی واکنش نشون بده و در نتیجه آمریکا مجبور بشه برای دفاع از مصالح خودش و کشورهای متحدش در منطقه با ایران درگیر بشه و این درگیری یک دردسر تازه‌ای براش در منطقه به وجود بیاره. ولی اسرائیلیان منتظر اجازه آمریکا نخواهند،
اونا به محض اینکه احساس بکنن که ایران در آستانه به دست آوردن سلاح هسته‌ایش به ایران حمله خواهند کرد. اتفاقی که در ایران رخ داده به گمان من، بدون اینکه بخوایم مستقیما اسرائیل رو متهم بکنیم، اما هر یه دونه از این دانشمندان اتمی که کرد میشن طبیعتا اسرائیل یک امتیاز برای خودش به حساب میاره. چرا که این دو حالت داره. اولا ایجاد وحشت میکنه وقتی آقای مجید شهریاری کشته میشه، همراه همسرش هم مجبور میشه، یا آقای فریدون عباسی که هم یه عضو بلندپایه سپاه و هم یه دانشمند اتمی است مورد سوء قصد قرار میگیره. این باعث میشه دیگر دانشمندان و کارشناسان اشتیاق چندانی برای خدمت کردن در تأسیسات اتمی ایران نداشته باشن، چون مثلا جانشون مطرحه و نگران از این که مبادا دفعه دیگه اونا مورد سوء قصد قرار بگیرن. دکتر علی محمدی کشته شد.